چنان باز می نماید که سکوت به جز بایسته ی ظلمت نیست و به اقتضای شب است و سیاهی است تنها که صداها همه خاموش می شود. مگر شبگیر از آن پیشتر که واپس این فغان حق با قطره خونی به نایش اندر پیچد، مگر ما، من و تو، و بدین نمط شب را غایتی نیست، نهایتی نیست، و بدین نمط ستم را واگوینده تر از شب آیتی نیست. من همیشه گفتم که تعهد تو ذات هیچ هنری نیست. این هنرمند هست که باید متعهد باشه یا نباشه. بنده هنر بدون تعهد رو دو پول ارزش نمیذارمش. در آخرین فرصت آن چه میتوانستم گفته باشم گفتم. آیا مشکل من اینه؟ مشکل من شهادت دادن به تاریخه. شعری که توی روزنامه‌های معمولا بلندگوی رژیم ها چاپ میشه بر من اصلا شعر نیست. گفتم که هنرمند همیشه بر قدرت نه با قدرت. حالا اگر یکی میخواد با قدرت باشه بذار بره خودشو با بند تنبون فلان رئیس جمهور دار بزنه، اصلا بر من مهم نیست. نه زنده بودنش برای مهمه نه مردنش. آن که هدفش تنها و تنها رستگاری انسان نباشد، درد و درمان توده ها را نداند و نشناسد، روشن فکر نیست، دزدیست که با چراغ اومده. من نمیدونم بدون فرهنگ و زبان و هویت ملی اصلا چجوری میشه زندگی کرد. آخه مگه به همین سادگی میشه یک هویت عمیق چند هزار ساله رو تا پاپاسی آخر باخت؟ بگذار آفتاب من پیرهنم باشد و آسمان من آن کهنه کرباس بیرنگ. بگذار بر زمین خود بیستم، بر خاکی از براده الماس و رعشه درد. بگذار سرزمینم را زیر پای خود احساس کنم و صدای رویش خود را بشنوم، رپ رپه تبلهای خون را در چیتگر و نعره ببرهای عاشق را در دیلمان. وگرنه چه انگام میزیستم؟ کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من؟ واقعا آقای شما که با شما صحبت کردن اونم در مورد شعر حداقل برای من یکی خیلی دشوار هست. آیا گاهی پیش آمده که مفاهیمی تو ذهن شما باشه، مفاهیم شعری منظورم، شعری تو ذهن شما باشه ولی به قلمتون نیاد نتونیم بنویسینش؟ والا من وقتی که شعر می نویسم حتما مفاهیمیست که قبلا سروده شده تو ذهن من. یعنی واقعا ممنوعیت ها نیست. ممنوعیت جای خودش، ممنوعیت جلوه نشرش رو میگیره، جلوه تولیدش که نمیتونه بگیره. زبان فارسی واقعا انقدر زبان قویی هست که به این شاعر اجازه بده هر چیزی رو میخواد درون بگیره. زبان فارسی معتقدم، من معتقدم هر مفهومی رو این زبان میتونه ارائه بده به زیباترین صورتی. شما برای کنجکاوی چه کلمه دارید؟ خود کنجکاوی یعنی چی؟ از کلمه کنجکاوی شما به کجا میرسید؟ ببینید که یه بابایی داره یه گوشه زمین رو میکنه ببینه اون زیر چیه. درسته؟ کنج و کاویدن. درست؟ خب با زبونی که خود به خود اینقدر ایماج و از شعر توش هست،
شعر گفتن بقیده من کار آسونی میشه. یعنی ما میتونیم امیدوار باشیم به قول شما که خود زبان ما خودش رو نجات خواهد داد در آینده. حتما. برای اینکه آدم ها حد اکثر 60 سال 70 سال عمر میکنن، همینطور 60 سال به 60 سال 70 سال به 70 سال عوض میشه، جلو میره. یه وقتی بیدار میشه میبینیم قبارمون اون قرنها پیش تبدیل شده به یه چیزی تو هوا و زمان پیش رفته و آدم ها پیش رفتن، زبان عوض شده، ابزار زبانی عوض شده، سر زندگی. ای کاش آب بودم گرمی شدن باشی که خود میخواهی. آدمی بودن حسرتا مشکلیست در مرز ناممکن، نمیبینی؟ ای کاش آب بودم به خود میگویم، نهالی نازک به درختی گشن رساندن را، تا به زخم تبر بر خاکش افکنم در آتش سوختن را، یا نشای سست کاجی را سرسبزی جاودان بخشیدن. از آن پیشتر که صلیبی شالوده کنند به لخت لخته خونی بی حاصل، یا به سیراب کردن لب تشنه‌ای رضایت خاطری احساس کردن، حتی اگرش به زانو نشاندن در میدانی جوشان از آفتاب و عربده تا به شمشیری گردنش بزنند. حیرتت را بر نمی انگیزد قابیل برادر خود شدن یا جلاد دیگر اندیشان، یا درختی بالید نابالید را حتی هیمه ای انگاشتن بی جان. می دانم با این همه کاش ای کاش آب می بودم گر توانستمیان باشم که دلخواه من است. کاش هنوز به بیخبری قطره‌ای بودم پاک از نمباری به کوه پایه، نه در این اقیانوس کشا کش بیداد سرگشت موج بیمایه. پیت شده از شعری که گفته باشی بعد ناراحت باشی، پشیمون شده باشی؟ چرا اینجور گفتی؟ خیلی هم شو بله مثلا که بله اونجا شده یه باید ببشت. تو شعرهای هم دوره خودتون، یعنی فلواقع نسل بعد از نیما باز منظورم هست، کدوم ها رو بیشتر شما دوست داریم؟ به کدوم ها نزدیکتر هستین از نظر سلیقه؟ حالا برام خیلی مشکلی، اصولا همیشه قضاوت کردن برای من کار بسیار مشکلی بود در هر موردی. خب من هر شعر خوبی رو خوندم درست مثل این بوده که خودم اون شعر سرودم، و خب طبعا هیچ حب و بغضی هم نیست اینجا که این شعر خوبه یا اون چرا خوبه اون چرا بده، اون چرا اصلا شعر نیست. من شعری که حتی یه خورده بلنگه اصلا شعر نمیدونه. مدت هاست یک توقفی من در شعر ایران نبینم، شاعر جوان خوب واقعا کم برمیخورم. همیشه همین در هر زبانی همینطوره، یک دوره شاعرها ظهور میکنن، یک دوره اصلا زمان شاعری نیست. شاید چند قرن طول بکشم چند قرن بله شما. داریم در تاریخ من که چند قرن طول کشم. برای خود من در این عمر چند ساله بنده بارها شده که شعر اصلا وجود خارجی نداشته، چند سال سکوت و بعد ناگهان یک شعر. حالا این که شعر قابل قبول هست قابل قبول نیست، رد میشه، بده، خوبه، ایناشو میذاریم کنار، ولی همین که بعد از چند سال بسیار شده که من شعری نوشتم و بعد تعجب کردم که بعد از سالها این از کجا پیداش میشه ناگه، پس چرا قبل از اینها پیداش نمیشد.
تا اونجا که خود من تو زندگی شما شاهد بودم، به هر دلیلی در زندگی کارهای بسیار متنوعی شما انجام دادید، از فیلم نام نوشتن برای سینما، از سردبیری روزنامه و مجله و اون کتاب‌های معروف هفته و ما محصل بودیم موقع دبیرستان بودیم زمانی که کتاب هفته در نیامد و ناگهان و حالا آدم وقتی واقعا برمیگره و نگاه میکنه چه کار عظیم و دشواری بوده هر هفته یک کتاب مفصل در آوردن که به نوعی یک چشم‌اندازی از تمام فرهنگ جهانی رو به هر حال منتقل میکنه به یک جوان و خیلی اثر داشت روی نسل ما. دوران عاشقی من نسبت به شما واقعا از همین دوران دبیرستان و کتاب هفته شروع میشه تا با شعرتون اتفاقا. ولی به شعرتون که میرسیم همیشه شما پاک و مطهر باقی مونده. اونا یه حال بکنن. نه 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 من دورم این نیست واقعا. نه اصلا اینجور گفت نکنید. دیگه نه آدم در زندگی به خاطر خیلی مسائل ممکنه کارهای رو انجام بده ولی به حیطه شعر که میرسه دیگه اونجا خالصه و با هیچ چیزی قطعی نمیشه و همین باعث میشه که ما میگم اصلا بتونیم یک دوره واقعی از تاریخ خودمون در شعر شما ببینیم. ولی برای خود من موضوع جالبتره از این لحاظ که من در لحظاتی که شاعرم خوابم، یعنی به کلی نه ذهنم نه وجودن نگه بشه گفت اصلا توی این فضا نیست. موقع سرودن شعر یک کسی دیگه است جای من حرف میزنه و این تجربه ایست که خب نزدیکان من مثلا برس کنی که آیدای من کاملا داره این تجربه رو میبینه که من اصلا به طور کلی غایبم اصلا در موقع در واقع به عقیده خودم پارتفیمیس کردن یک شعر ننوشتنش تجربه ها صورت گرفته در غیاب من، کلمات، ایماش ها، تصویر ها، همه اینا آماده شده بله و نوشته میشه. من گاه شده که از خواب بیدار شدم شعری نوشتم و بعد بیدار شدم یادم نمونده که دیشب از خواب بیدار شدم و شعری نوشتم. خب واقعا اینقدر این موضوعی که شما دارین میرین اینکه یک شاعری مثل شما چجوری شعر براش میاد خودش خیلی موضوع قشنگیه. میخوام ببینم واقعا از اون ابتدایی که کار شعر شروع کردین این حالت بود یا به مرور اینجوری شما پرورده شدین؟ من اگه میخواستم به مرور پرورده بشم امکان نداشت. چرا؟ که این پرورده شدن به اصطلاح صورت بگیره به همین دلیل که عرض کردم، به دلیل اینکه هیچ وقت تو حالت کاملا هوشیار و بیدار شعری برای من وجود پیدا نمی‌کنه. نمیدونم کجا صورت می‌بنده این شعر، ولی به هر حال من پاک نویس شده‌اش رو می‌نویسم. هیچ جا قطعش نمی‌کنه. دهلیزی لاینقطع در میان دو دیوار و خلوتی که به سنگینی چون پیری عصاکش از دهلیز سکوت می‌گذرد و آنگاه آفتاب و سایه منکسر، نگران و منکسر، خانه ها خانه خانه ها مردمی و فریادی از فراز، شهر شطرنجی شهر شطرنجی، دو دیوار و دهلیز سکوت و آنگاه سایه‌ای که از زوال آفتاب دم می‌زند، مردمی و فریادی از اعماق، مهره نیستیم، ما مهره نیستیم. در میاد یه همچین وضعی روی چی؟ یک دوره های پرکار داشتین در شعر و ناگهان یک دوره های سکوت.
بله. این توقف ها چرا پیش میاد؟ اون توقف ها برای اینه که شعر از ما فاصله میگیره را بود. اون همزادی که این شعر رو در گوش من زمزمه میکنه و من واسطه نگارش اون شعر هستم فقط، لابد غایب میشه، کاری داره، یه جایی میره، سفر میکنه. این به درون خود شما مربوطه یا واقعا به زندگی بیرونی شما مربوط میشه؟ من فکر میکنم هر دو با هم، تصور میکنم هر دو با هم. این به ترس و همه و این چیزا هم ارتباط نداشته، برای که وقتی شما شعرتون رو گفتین اون شجاعت ذاتی فطری همیشه درش مستتر بوده، اون توش پیدا هست، ولی شاید همین خطر چاپ شدن نشدن در اختیار مردم قرار گرفت. سکوت آب میتواند خشکی باشد و فریاد آتش، سکوت گندم میتواند گرسنگی باشد و غریب پیروزمندانه قحط، همچنان که سکوت آفتاب ظلمات است، اما سکوت آدمی فقدان جهان است. فریاد را تصویر کن. چرا نسل شما و نسل ما که بعد از شما آمدیم و به شدت متأثر از سلایق شما هستیم، چرا همه ما واقعا فکر میکنیم که مقدار زیادی از عمر خودمون از دست دادیم؟ روی من سیاه. اینها بسیارش 99% سلیقه من نیست، اینها سلیقه این جامعه هست که اونم مثل من وقتش تلف شده. خب زندگی روزمره فقط وقت تلف کن بوده، برای یک آدم بازاری نه، ولی برای شما، برای من، برای بسیاری دیگر از کسانی که تو حوزه تفکر ما میتونن وجود داشته باشن، تلف شده وقتشون. بر کدام جنازه زار میزند این ساز؟ بر جنازه کدام مرده پنهان میگرید این ساز بی زمان؟ در کدام غار، بر کدام تاریخ میموید این سیم و پنجه نادان؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. زاری در باغچه بس تلخ است، زاری بر چشمه صافی، زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است، زاری بر شراع بلند نسیم، زاری بر سپیدار سبز بالا بس تلخ است. بر برکه لاجوردی ماهی و باد چه می کند این مدیحه گوی تباهی؟ مطرب گور خانه به شهر اندر چه می کند زیر دریچه های بیگناهی؟ بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد. خب همه به شما به عنوان یک شاعر اجتماعی نگاه میکنن، این شکل الهامی که شما میگین، خب این به جای خودش محفوظ یک واقعیتی رو داریم برای ما تعریف میکنیم، ولی شعر شما خیلی اجتماعیه. خب به هر حال تجربه اجتماعی اون که گفتگو نداره، به هر حال تجربه اجتماعیه، ولی اینکه این تجربه اجتماعی چطور تبدیل میشه به یک موضوع شعری و به صورت یک شعر عرضه میشه، خب این برای خود منم مسئله است. به نو کردن ماه بر بام شدم با عقیق و سبزه و آینه، داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ممنوع است. صنوبرها به نجوا چیزی گفتند، و گزمگان به هیاهو شمشیر در پرندگان نهادند. ما بر نیامد.
مداهی بیسله که ظاهرا در سوئد چاپ شده بود که اینجا به شکل کپیش موجوده و غیر از این مجموعه شعرهای مجموعه دیگه هم چاپ نشده احتمالاً دارین دیگه؟ خب بله، ولی دیگه نه واقعا رغبتش هست برای چاپ شدن چیزای تازه ای، نه انگیزه اوبسه ندارم. نومیدی نیست، این گلایه است از یک شرایطی که این شرایط اصلا درست نیست. و به چه مناسبت نویسنده نباید بنویسه؟ هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. نه، آدمیزاد نمیتونه مرز نداشته باشه. بیمرزی یعنی سرگردونی. آدم ناگزیر مرزی داره. به عنوان کریتیک اجتماعی خب یه جایی این چیز رو به من این اسم رو رو بعد میگذاشتن، ولی کریتیک اجتماعی که نتونه دهن باز کنه چجور کریتیک اجتماعی؟ چجور منتقد اجتماعی؟ هست دیگه، همه چیزمون باید به همدیگه یه دست باشه. با این همه ای قلب در بدر از یاد مبر که ما من و تو عشق را رعایت کرده ایم. از یاد ببر که ما من و تو انسان را رعایت کرده ایم. خود اگر شاهکار خدا بود یا نبود. جالبی قضیه همینه که میگی مثلا چاپ بشه نشه، ولی با همون رو پیگیر کار میکنین. پیگیری نیست، پوست کلوفتیه. لغت چه عوضی به کار میبریم؟ پوستم کلوفته و از رو نمیرم. نه اینطور نیست. آقای بجم آی خیلی خوب، بعد دیگه چیکار باید کنم؟ امروز یه خورده همچین دست دست کنیم. آخ من الان حوصله این که بگم دنیا رو چجوری میبینم. این پرازار گند جهان نیست، تعفن بیداد است. در مورد گیلگمش، نه، گیلگمش یک اثره. 3-4 هزار سال بعد از نوشته شدن روی الواح زیر خاک موندن. حالا فرض کنیم 100 سال دیگه هم چاپ نشه، هیچ تأثیری نمی کنه. نه، تأثیری نداره. اینا ها لغبازی های احمقونه است که با یک شخص میشه. وای به وقتی که یک دولتی این لجوازی رو عاملش باشه. واقعا مضحکه. مثلا غزل‌های سلیمان خوندنش یا اجرا شدنش به صورت یک عملی که بشه روی صحنه مثلا انجام داد یا با موسیقی یا غیر از اون، یک کار مذهبیه. خب اگر در ایران امروز این کار مذهبی به مثابه یک چه میدونم لهو و لعب اسمش میشه لهو و لعب، اون دیگه گناه من نیست. غریبیم و قوغا اکنون، نه کلامی به مثابه مصداقی که صوتی به نشانه رازی.
هزار معبد به یکی شهر، بشنو گو یکی باشد معبد به همه دهر، تا من آنجا برم نماز که تو باشی. چندان دخیل مبند که به خوشکانیم از شرم ناتوانی خیش، درخت معجزه نیستم، تنها یکی درختم، نوجی در آب کندی و جز اینم هنری نیست که آشیان تو باشم، تختت و تابوتت. یادگاریم و خاطره اکنون، دو پرنده یادمان پروازی و گلوی خاموش یادمان آوازی. تنها عشقه که میتونه انسان رو نجات بده. یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین، نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به هدف، به اون هدف برسین. هیچی. شاملو شعرش خودشه. یعنی زندگی شاملو رو نمیشه گفت، زندگی شاملو و شعر شاملو، این دوتا یکیه. یک عنصر اساسی تو هنر و مخصوصا شعر عشق. تو اون بحران‌های روحی و حرفه‌ای شما زمانی که شروع شد و آیدا پیدا شد در زندگی شما، بالواقع یک عشق که شاید یک شاعر تو زندگی خودش به شدت لازم داشت در زندگی شما هم همراه خودش پیدا شد. این بی دلیل نمیگم، واقعا عشق یک علائمی داره، عشق باید زاینده باشه. و وقتی که آیدا پیدا شد، یک دوره دیگری از کار متعالی شما تو شعر شروع شد. من دلم میخواد این حکایت از زبون خود شما بشنوم، این ماجرای عشق. و میگم چرا از زبون آیدا نشد؟ هیچ تفاوت نمیکنه. اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچ. شما چی اولین تصویرتون چیه؟ اولین تصویر یعنی باز به دلیل خودش. دقیقا. ما فقط نگاهمون به هم گره خورد و همه چی تموم شد. خب شروع شد، همه چی شروع شد، همه چی شروع شد. جایی که خود عشق در شعر داره به طور کلی و جایی که باز عشق در خود شاعر داره. بله. اون اینا چقدر به هم نزدیکن واقعا؟ چجوریه؟ بستگی داره به شخص شاعر که چقدر این واقعیت رو توی زندگی واقعی خودش دخالت میده. کما اینکه تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجع بهش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر من نباشه؟ شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می دهم، از دور به صدای من گوش می دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است. از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من چیز شد، با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم داد. در یک دوره بسیار بحرانی روحی تو زندگی احمد شما وارد شدین، ممکن بود که یک دختر دیگر هم وارد بشه، ولی آیا واقعا به همون موفقیتی میرسید که شما رسیدین؟
ممکن بود یه اتفاق نیفته. در نتیجه گفتم حالا بعید بود، نه اینکه ممکن بود، بسیار بعید بود که این اتفاق خوش تکرار بشه. نه خب قبلا فکر میکنم خیلی بودن تو زندگی شاملو، حالا ممکنه دو نفر رسما زن شدن ولی حتما عده زیادی بودن. شعراش نشون میده، یعنی شعرها رو شما اگه بخونین اینو نشون میده که بارها شاملو امید بسته به این که به چیزایی که دوست داره و به اصطلاح یه آرامشی بهش میده برسه، ولی نشد. تجربه عشقی خیلی مهم میداشته قبل از آیدا جان؟ نه، در واقع من تجربه هیچ زنی رو در زندگیم نداشتم. پیش نیامده یا با تعمد؟ آیدا این دروازه رو برای من باز کرد. اصلا دنیای واقعی من اونجا شروع میشه. حالا بفرض که فرض کنید که یک نمیدونم برخوردی هم توی زندگی خارج از این برنامه بود، کارساز نیست. اگر کارساز می بود تو میتونستی قبول کنی که من اونو حفظ میکردم هر جوری که ممکن بود. نه، عشق چیزی نیست که بتونی ازش بگریزی یا بتونی قایمش کنی. اگر چنین چیزی وجود نداشت حتما جای پاش تو زندگی من میمون. برخورد خودت با شعری که احمد راجع به خودت گفته چنو برخورد ده؟ با شعرهایی که راجع به خودت رو گفته، اصلا در بله اول چیزی مثلا بار اول که این شعر خونده شده برات یا خودت خوندی، نمیدونم این رابطه چجوریه، احمد میخونه برات یا شما خودت میخونی؟ والا چیز خیلی غریبی نبود برام، نمیدونم، یعنی شاید رابطه ما جوری بود که وقتی اون شعرم گفته میشد من میدیدم همون زندگی ماست. پیش از آیدا شاملو هم به نظر من اونایی که حتی خیلی شخصی تو میگی برای من گفته شده، من خیلی شخصی نمیبینم. حتی شاملو تو عاشقانه ترین شعراش باز اجتماعی ترین شعراش. عشق رازیست، لبخند رازیست، عشق رازیست. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. زودتر میخواستم بیان، منصوری زنگ زد که ما میخواییم بریم، گفتم منظمه. چطوره شما؟ ایس نفسی میاد دیگه. نه خوبی بابا. حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ خسته نباشید. حال شما خوب؟ نه ما خیلی خوبی. خوب خوش گذشت؟ بد نبود، خوب بود، جاتون خالی. سقراط رو دیدی؟ سقراط رو ندیدم، ولی خب اثرات اونا رو دیدم. شما حتما رفته بودین قبلا؟ من نرفتم. نه اینه گفتن اول شما ببینید بعد اگه سلا دیدیم بده بگیم. در واقع یکی از شعرهای استاد هستش که اجازه میده من اینو بخونم که بیاد شما بیاد، که در آستانه. این همون شعری است که حالا که شما به زبون آوردید بگم، اون آقای سوئدی وصیت کرده که روی سنگ قبلش یه تیکش بیاد. ایشون از کجا دیده بود این شعر رو؟ ترجمهش دیده بود؟ بله، اینو از کسانی بپرسید که میخوان شما رو از ذهنها بزدایند. در آستانه باید استاد و فرود آمد،
بر آستان دری که کوبه ندارد. چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست، و اگر بیگاه به درکوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در، پس آن به که فروتن باشی. بدرود بدرود، چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار، شادمانه و شاکر. از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، 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 تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم، هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را. رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم، فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته. اجازه دارم از زبان شما و به بیان شمس درباره کسانی که فکر میکنند میشه احمد شاملو رو از ذهنها زدود به اعتبار زدودن آثار او از پشت ویترین کتاب فروش ها، بگویم که دنیا را این زهره نباشد که در حجاب رود از من، و خود مرا در حجاب کند. من از شما در نکنم. اینشتین درباره زندگی و مرگ میگه که
انسان مؤمن به هستی، او اینطور میگه، انسان مؤمن به هستی نه از زندگی میترسد و نه از مرگ. بله دقیقا. خب من بگم شما خسته و یک ده دقیقه پنج دقیقه نه از اولش خسته بودید. خسته بودید بله. همچون تعهدی جوشان کلام آخرین را بر زبان جاری کردم و ایستادم تا تنینش با باد پرتفتاد ترین قلعه خاک را بگشاید. اسم اعظم آنچنان که حافظ گفت و کلام آخر آنچنان که من میگویم، همچون با پس این نفس برعی معصوم بر سنگ بی اطوفت قربانگاه جاری شد و بوی خون بیقرار در باد گذشت. مستیم و هوشیار شهیدای شهر، خوابیم و بیدار شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره روی این میدون رب میشه خندون. شب ماه میاد، یه شب ماه شون نمیخوام. بکن. میشه دیگه اختیار ما بذاری. یا سانه وزد میگیریم. مسافرانش گفت.
ما یه گروه فیلمسازی هستیم و فیلم هشت میسازیم. من علی متینی کارگردان گروه. من غلام هستم فیلم بردار این گروه. حسین سبزیان دستیار کارگردان این گروه. ما هم کارگرهای گروه هستیم. دلا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 ل
من آقای متین رو حدوداً از سال 61 میشناسم. ایشون توی منطقه و شمال ورامین علاقه خاصی به کارهای هنری داشتن. علی آقا نویسنده و فیلمساز خوبی هستن که توی محل هستن و همه اهالی محل فیلمایی رو میبینند و داستاناشو میخونن. متینی نویسنده این منطقه از کتابای بسیار جالب و شیوایی داره. البته من از نویسنده های دیگه کتابای زیادی خوندم مثل صادق هدایت، محمود دولت‌آبادی، ولی کتابای آقای متین چیز دیگه هستن، بسیار ساده است و درد و رنج مردم این منطقه رو خیلی جالب به قلم آوردن. من تا به حال 110 تا کتاب نوشتم و براشون جلد درست کردم، صحافیشون کردم. کتابایی که نوشتم مثل فیلم ها در مورد آدم هاییه که باشون سرکار دارم، باشون کار میکنم. ممکنه اجازه چاپ به این کتابا ندن. تازه مردم که کتابای منو میخونن. اینجوری من هرچی دلم بخواد می‌نویسم و اونا میخونن. من هیچگاه نخواستم واقعا وارد فضای حرفه‌ای سینما و بازار کتاب بشم، چون فضای عمومی آلوده است و امکان خلق آثار مستقل و هنری کمتره. اینجوری شاید عرضه کارامون محدود باشه ولی سالم و باشه. زمستان پربرفی بود. آیا ما رو به اندازه عشق اولیت دوست داری؟ وقتی از اون حرف میزنی خیلی حسودی میشه، خیلی از اون تعریف میکنی. ممکنه تو رو به اندازه اون دوست داشته باشم ولی اون از قلبم بیرون نرفته. من هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب تو کورهای آجرپزی کار میکنم و روزای جمعه و تعطیلاتم فیلم میسازم. داستانهایی هم که میسازم از زندگی خودم و زندگی آدمهایی که با من کار میکنم. اولین بار پشت ویترین مغازه یه دوربین عکاسی دیدم و با همون دوربین عکاسی اولین فیلمم رو ساختم. حسین جان یه خونه میخوایم برای فیلم برداری. بله بله بله. داری شما؟ بله بله. یه خونه ما. شما خونه داری؟ بله نزدیک. پس بریم خونه اینا دیگه. بله یه خونه داریم. ما بله شما داریم. بله بله. دوتا خونه میشه دیگه. بله بله. آقا بیا خونه ما بهتر، بیا اونجا فیلم بره، تلویزیون هم داره. خودت برای برنامه فردا چی داری؟ هیچ برنامه یادش رفت. آقا دست شما درد نکنه. حالا خونه کی نه؟ دست درد نکنه. بله. بفرمایید. بفرمایید. آقا میشه این بازیگر سینمایی رو بیارید اینجا؟ چرا تو فیلمتون بازی نمی‌کنه؟ ها. بازیگر سینمایی اتفاقا خیلی دوست دارن که تو فیلم رو بازی کنن، میدونی؟ ولی به درد کار من نمیخورن. کار ما یه کار هنریه.
بازیگری یعنی یه چیز خیلی خوبه. ما اصلا منطقمون هیچی نیست، میریم این بر اون بر چیزایی میبینیم، یاد میگیریم، تجربه میکنیم، برامون خوبه، جالبه، تجربه میشه. ولی خب منطقه خودمون اون چیزی که باید باشه نیست. من تو فیلم آقای متینی بازی میکنم، دوست دارم هم تو فیلم های کسانی دیگه هم بازی بکنم، ولی چون من کسی نمیشناسم توی منطقه، هم فقط آقای متینی هستن که فیلم درست میکنن، که اینم دادگاه اجازه نداد که ما دیگه بازی. این رضاست، نقش منفی داشت تو فیلم، 10,000 تومان ازش گرفتم که نقش مثبت بازی کنه. اون که تلویزیون خواست پخش کنه؟ بله پخش نکرد. همینجا ما پخش کردیم که چی آماده میشه. سلام علیکم، ملیحه هستش؟ بله. آبجی سلام چطوری؟ سلام خوش آمدید. منی فیلم داریم. مهمون داریم. ولی کی اومده مادر؟ بیا تو مهمون داریم. خواستگار برام. خیلی جالب اون سال سکانس خواستگاری میگیریم. آقا بگیریم. بابا. خوبه؟ نه زیر چشات یه مقدار بیشتر کرم بمال. زود باش فقط. من گیریمور فیلم های بابام هستم و اکثر بچه ها رو خودم گیریم میکنم. وسایل گیریم ما هم از روغن، پودر، زغال، کرم، از اینجور چیزای اولیه. و ما حتی سعی نکردیم که با ابزار پیشرفته تر فنی کار کنیم. احساس میکنیم که با ابزارهای ابتدایی راحت تر میتونیم بین خودمون و مردم سنخیت ایجاد کنیم و رابطه برقرار کنیم. و از طرف دیگه واقعا نحوه کار و نوع زیبایی شناسی برای اون مهم نیست. یه نمای بسته میخوام از اون آقا خانومی که دارن میان. وقتی اونا بیان با صدای فرمان من بیان توی جلوی دوربین تا دم کادر تو. آماده ای؟ با علامت من اون خانم آقا حرکت میکنن، میان تو صحنه، میان تا جلوی دوربین. ببین مواظب باش دوربین رو سپایه تکون نخوره دیگه. خب هرچی که مینی ببین نه یه مینی بوس الان از رای که رسید بگی مسافرها رو برداریم ببریم. باشه قبول دارم. مینی بوس هست چیزی که فرمون مینی بوس پس بوده دیگه. فقط بوده نقش میخواد تو برو من یه کارش میکنم دیگه. نقش بهش میدم دیگه. ببین زود بیاری همه میخواییم بریم ها. دیر شده شب شده. یا دست تو به من اون یکی چهی بیاره دیگه. خب حالا این خوردن حالا نشستی نشستی خب شما رو بیارین چه شما سلام علیکم. حال شما؟ بفرمایید. آقلم خیلی به هنر و فیلم علاقه داشت و همیشه دنبال این کار بود. برای همین موضوع طلاهای منو فروخت و یه دوربین فیلم برداری خرید برای اینکه بتونه باش کار کنه و جرأت زیادی در مورد این کار داشتیم تا بتونه، ولی این گوش نمیگرفت چون میدونست که به جایی میرسه و هنوزم که هنوزه داره ادامه میده تا بتونه موفقیت بشه، به موفقیت برسه. بلندتر صحبت کن.
آقا ساکت. صدا تو من نمیشنوم. صدا نمیشنوم. استو نشو. غلام یه دقیقه بیا. از کل این بچه ها میخوام یه صورت بگیری برای فیلم بازم. نه کل نما رو هنگ کن. هنگ کن. هنگ کن. همه ما همه شروع کرد. کامیون اومد؟ کامیون همین انجام میاد. چپ کرده بود. یه جوری برنامه شو ردیف کن. بکشنمش تو کار دیگه. باش. بگو یه نه ببین یه نقشم به خودش بده دیگه. خیلی خوب. باش میگی من میخوام فقط کتک بزنم. میخوام دعوا کنم بزنم. خودش بزنه. خودش میگه من میخوام بزنم کنم فقط. نه بگو ما یه نقش بهت میدیم که حالا خوب باشه. یه نقش دعوا میگم رمانتیک و اینا. حالا شما بعد اول خب پرسیدیم تو آزده آشنفت نمیشه دیالکی دیلی رو برده رو به سر کسر بزن بزن بخواه. ببین وقتی که اونا دارن صحبت کنن شما دونه کلوزاب میخواه. باش باش کلوزاب وقتی داره میخنده تو نباید سنه رو بگیری. تو هم تو یه زد میگیری میگیری بچه بردر من بابا همه میگن تو شهر شد. همین شهر شد. همین شهر شد. همین شهر شد. بچه بالا داره چیکار کنه؟ کی بهش گفته داره بالا داره؟ من میگم بعد چیکار کنم که هارون رو جمع میکنه چی شده؟ بچه بردر من درخ افتاده پایین. چیکار کنم؟ بیمارستان بودم من هر دقیقه جمع میکنه من کار نداره. بچه بردر من درخ افتاده پایین. خودم شده الان افتاده چیکارش کنم من؟ بردنش کجا؟ کجا تو؟ برم بیمارستان. بریم ببینیم. برو 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 بیمارستان. تو در تو در خوبه میگردونی این مطور عقب عقب میشینی روش اینطوری از جلو میگی عقب عقب که نمیشه خر ببری که خر عقب عقب خب فیلم تکون تکون میخوره فیلم خراب میشه شما قرار بود موتور بردارید بیاره رفتی خر آوردید خر به چه درد میخوره آخه همش تصمیم حسین حسین بیم تو قرار نبود موتور بیاری میگی بخوام فیلم بسازیم با خرش هم میشه فیلم بسازیم آخه ما میشه بسازی من... فیلم خراب میشه خب موتور کسی نمیده گفت هر موقع بودم خراب شده آقای عزیز شما قرار بود شب موتور جور کنی آقای عزیز من اون دفعه مگه ما با فرمون فیلم ترابلینگ نکردیم با خرم ما میشه ترابلینگ کرد شما بخوا فیلم بسازی با اینم میتونی بسازی آقا زمین تو آسمان فرمون با خر زمین تو آسمان فرق میکنه حسین ببین تو داری گندشی در میاری موتور ما باید تو صحنه باشه نمیدن کسی میگه موتور همه یعنی چی نمیدن این همه آدم من چی هستی؟ آقای عزیز سب کن آقا حسین آقا این همه آدم همه چی به ما میدن چرا نمیدن؟ شما الان تو اینجا سب ترابلینگ کردیم بعد گرفته بلد نیست خوب بگیره حتما فیلم تکون میخوره خب بابا گندشی تو در بردی الان تو زوم بک پایین نکردی تکون خور تو زوم بگیر تکون میخوره مردنی گفتن، حتی گفتن، عروسی گفتن نه مهمونی، نه همش دنبال این فیلم برداری آخه مرده که چه میفهم هنر چی هست حالا من میرم مهمونی در خونه آقای متی با برای کاری دارد بخواد بخواد بسر پسر بچه رو بر نمیداره نتون از اونجا سیام پشت این کوچه میاد کت خدا روبروتون میاد دیالوگاتون که یادتون نرفته ها؟ خیلی خوب هم اسمید شما برنامه تو که میدونید خیلی خوب آماده دیگه دیالوگ هم برای خودت گفتی از سر این کوچه شروع میکنی میای توی صحنه برو ببینم چیکار میکنی آماده باشین خیلی خوب حالا شروع کن به صحنه گرفتن شما حرکت کنید بیاید جلو بیاید عقبتر بیاید آره چی گفته بیا اینجا ببینیم چی آقا بابا بی خود کرده بیا ببینیم
بازی آقا داره بازی میکنه. بازی چیه؟ بیا ببینیم آقا بازی چیه. ببین ببین بابا آقا بابا جون نداره کی گفته اینجا بابا میخواد که بیاد ببینی من چیکار کنم نمیاد یکی دیگه مجبور پیدا کنم. سلام حال شما خوبه؟ صبح یه چند تا روسری چادر می‌خواستیم برای فیلم. بس دیگه از بعد چادر روسری بهتون بدیم برای فیلم بردید پس نردید دیگه چادر روسری باقی نمونده که برای فیلم می‌خویم. نمی‌تونم بردید پس نردید بهم از کجا بیارم براتون دیگه؟ من همسایه جایی یکی من اون رو برای خودم بردید پس آوردید که بتونم به همسایه براتون رو بزنم. شما تا حالا کمک کردیم حالا؟ نمی‌تونم آخه نمونده که از چی کمکتون کنم. باشه سلام علیکم. یه چند تا روسری و چادر می‌خواستیم بریم ما بدیم. برای فیلم بردارید دو تا نون اگه نون نداری نون بده دو تا نون میخواد دست درد نکن ببخشید دست شما دارم خدا خیرت بده دست شما خیلی ممنون ببخشید خانم میاد جلوی سلام علیک میکنن چی میشه؟ رو سریال اگه حسین بیاره کارتون زودتر شروع میکنی شما برای صحنه آماده میشی خب بعد چیز؟ سلام چی شو؟ مرده میگه من اصلا دیگه نه رو سریال نه چونی رفت سراغ یه خونه دیگه بعد بذاشت نون داشت اینا نون بر نهار باری که الله بفته خوش دست بزنی سلام علیکم. خوشم اومد. خوشم اومد. چند تا مشتری و چادر می‌خواستیم برای فیلم می‌خوام. بخیر. مشکی باشه. هر رنگش فرق نمی‌کنه. هر بی رنگ بشه بهتره. هر رنگی بذار. بذار شوش کن. اگه هست. یه خدا آرام بدیم می‌خوام نهار بخوریم اگه بشه. من این صحنه رو می‌خوام تراپین کنیم. لازم داریم. بله؟ چی؟ من فیلم سنت چرا پخش نمیشه؟ خب من چیکار کنم که پخش نمیشه؟ ما داریم زحمت خودمون رو میکشیم دیگه. تمام فعالیت ما همینجاست تو این خاکا با این مردم. همه هنرمندا دارن زحمتشون رو میکشن تو آفتاب. من دارم براتون کتاب مینویسم، فیلم میسازم، تئاتر زحمت میکشیم میسازیم، جشنواره براتون راه انداختم. دیگه چیکار کنم فیلمم پخش نمیشه؟ ما داریم زحمت خودمون رو میکشیم. یا به دلیل سیاسی بودن پخش نمیشه یا به دلیل ابتذال بودن. من دیگه چیکار کنم؟ فیلم پخش نمیشه دیگه. چرا فیلم میسازم پخش نمیشه؟ ما داریم زحمت خودمون میکشیم فعالیتمون رو تو این خاک و خل داریم انجام میدیم دیگه. خب به عنوان سیاسی بودن توقیف شده. خب دست شما ازا کن خیلی ماشه خیلی ماشه خیلی ماشه خواستی باید میتونی تو فیلم بازی کنی؟ نه دیگه ما خوش نمیخوام آقا اون نیست. بله خواهش میکنم چیزی خواستیم فقط میگیم. خیلی ماشه خیلی ماشه خیلی ماشه بعد خب ماشینی بالا بالا من نگفتی تو بیاد دیشب. من گفتم موجه رفتو گفت رفت بالا. ببین واسه همه کارات اینطوریه دیگه. من رفتی نده با... تو مگه دیشب نباید کارتو درست کنی؟ عیدا مگه من هم با دستیار باشم هم مدیتورید باشم هم مدیتورید تدارکات باشم تو میخوای چیکار باشم؟ میخوای راست راست را باشم آسان ویلتسام اینطوری نتونیم کار کنیم شرایطی که ما داریم. پیشیر بده اینجا خندیده بهش گفتم نخنده اینو بی دسته چسبه بده بیا اینو که دادم بده کمش نکنید دیگه یه صد من چیز میکنم دیگه چیز میکنم بده من
امام زاده هم درآ. بیا اینو به چشم بدی با. این خوب بازی کرده پسره سعید مسلم میگه قشنگ بازی کرده پیچی حرفش بده صحنه چیز بده شب رو بده چسم بده بجون ساکت توجه کنین آقایون ما قبل از هر نمایش فیلممون و بعد از نمایش فیلممون جلسه نقد و بررسی داریم مثل همیشه امروز هم از منتقدمون دعوت کردیم که بیاد اینجا و در مورد فیلممون صحبت بکنه شما هر سوالی که دارین راجع به فیلم و اینا ازش میتونین بپرسین من یه توضیح بدم فیلم شاید یه مقدار کند بگذره صحنه های تعقیب و گریز کم داشته باشه و اما قول میدم که بابت پولی که دادید ضرر نمی کنید این فیلم هرچی هست برای چشم نیست که فقط نگاه کنید بلکه فیلمیه که به حصولت یقه شما رو میگیره و شما رو به فکر باز میداره و موقع که خارج شدید از سالن نمایش شاید مدتها مدیدی شما رو به فکر باز میداره که این فیلم چقدر به زندگی خودتون نزدیکه و چقدر ملموس با خواستها و نیازهای درونی شما در صورت حالا اگر سوالی دارید در این زمینه بکنید من در خدمت شما هستم و این فیلم از زندگی خودتونه در رابطه با خودتونه رابطه تنگ و تنگی با زندگی شما داره هیئت داوران پس از بررسی فیلم‌های متینی طبق آرا
با نقایص زیر بهترین ها را اعلام می کند. قول نشی رو. یک، هیئت داوران برای تعیین بهترین صحنه آرا آقای اکبر الیاسی را برای فیلم عقرب به عنوان بهترین صحنه آرا انتخاب کرده و دیپلم افتخار به ایشان می دهیم. مجسمه ستایش به عنوان بهترین فیلمبردار با آقای غلامرضا ترک چناری به خاطر تکنیک و نگاهی صمیمانه در فیلم عقرب و حس موقعیت شناسی به او تقدیم میشه. افتخاره. رابطه نیرو واقعا نقش منفی خانوم اشرف سفری را به خاطر حس بازی در فیلم عقرب به عنوان بهترین بازیگر شناخته و دیپلم افتخار. آقای اسماعیل میریان را برای بهترین بازیگر مرد در فیلم عقرب شناخته و دیپلم افتخار. جانپورد موازن دیپلم افتخار به بهترین بازیگر خردسال آقای فرزان متینی به خاطر زیبایی در فیلم به او اهدا میشه. افتخارش. دیپلم افتخار برای بهترین بازیگر مرد و توفیق در مظنون آن به آقای حسین سبزیان در فیلم عقرب. افتخارش. بوی بلورین و دیپلم افتخار جایزه ویژه هیئت داوران به خاطر صمیمیت و حس مسئولیت به بهترین کارگردانی در فیلم عقرب برای خودم و فیلم‌های دیگه به خودم تقدیم میشه. افتخارم. تو حدود 10 سالی در این منطقه بدون مجوز فیلم میساختیم، یا بهتر بگم میساختیم. منطقه بی سر و صداییه، کسی کاری به کارمون نداشت. نمیدونم این اواخر چه کسی راز ما رو فاش کرد که ما بدون مجوز فیلم میسازیم. یه روز که ماموران بیش از 50 نفر بودن اومدن و ما رو محاصره کردن. از شب قبلش هم اینا آماده باش بودن. ما از وقتی که نتونستیم اسلحه تهیه کنیم یه نوع اسلحه های خودمون درست کردیم که قلابی بود ولی خیلی شبیه طبیعی بود و اینا احتمال دادن که این وسط درگیری به وجود بیاد و مامورا رو زیادتر کردن که بیان. اینا وقتی ما رو محاصره کردن ما متوجه نشدیم. بعد سر صحنه بودیم، دیدم یه آقایی اومد روبروی من وایساد و یه دونه اسلحه عجیبش در آورد و گفتش که علی متینی تویی؟ گفتم بله. گفت شما بازداشت. بعد ما رو دست جمعی آوردن توی بازداشتگاه. وقتی که رسیدیم تو بازداشتگاه، خب مامورا شروع کردن به بازپرسی از دونه دونه بچه ها. مثلا از یکی از دخترها سوال میکردن که شما کی مثلا اومدی، با کی بودی، از چجوری اومدی تو داخل گروه این گروه اینا. بعد خب همه رو دستگیر نکرده بودن سر صحنه، اون تعدادی که سر صحنه بودن دستگیر شده بودن. بعدی که تو فیلم که فیلم‌ها رو اومدن از خونه جمع کردن و کتابا رو جمع کردن و خونه رو وجب به وجب گشتن، همه رو جمع کردن و بردن بازداشتگاه. بعد تو بازداشتگاه دونه دونه از روی فیلم‌ها که مثلا می‌دیدن اسم آدرس اون آدم‌ها رو که بازی کردن می‌پرسیدن، بعد می‌رفتن دنبال اون پیشه‌ها برشون داشتن می‌بردنشون. بعد دیگه خیلی به اصطلاح این ور اون ور کردن و تا اینکه محاکمه شد. محاکمه‌مون هم چند بار طول کشید، یعنی کاری یه بار نبود، چند بار دادگاهیمون طول کشید. و بعد خلاصه جریمه‌مون کردن، از این 200 نفر تعهد گرفتن که ما دیگه کار نکنن، فیلم نسازن.
حتی دیدین که برای فیلم خودمونم که رفتیم دنبالشون همه ترسیدن و هیچ کدوم برای فیلم نیومدن بازی کنن. خیلی ترسوندنشون، گفتن اگه با متنی دوباره کار کنید رد میدن. بعد حدود سه ماهی من تو انفرادی بودن، ممنوع ملاقات بودن، اجازه نمیدادن زن و بچه‌ام بیان منو ببینن. بعد دادگاهی شدیم، جریمه شدیم و از خودمونم تعهد گرفتن که دیگه فیلم بدون مجوز نسازیم یا اصلا فیلم نسازیم. من یاد کافکا میافتم. به نظر من شرایط فعلی ما انسان ها بیشتر به دنیایی که کافکا ترسیم کرده نزدیکه. فطرتا دست به کاری میزنیم که خودمون به خودمون اجازه بدیم این کارو میکنیم. یعنی ما آویزون شدیم به چوبه دار سینما.
داخل سالن نور سیاهه. بله، اون نور زیاد می‌کنه که تسلط بیشتر داشته باشم کنترل چیا. مشهد کجا را؟ حالا دستور ارشاده. کل سینما باشه بالا باشه که مثلا مختل بسر. الان الان گوله. نه آقای آسفو میگیرم بعدا اینجا میریزم مسلح دهن منو سرویس میکنن شما رو هم میگیرن تازه میگن چرا پخش کرد به خدا بهتون گیر میگن با اجازه یه اتاق خیلی کوچیک گرفتم با بچه‌ام. بعد دیگه کار کردم دیگه. البته پشیمونم که این راه رفتم چون دیگه غرق شدم تو این راه. ولی بازم احساس میکنم راهی که باید میرفتم دیگه و رفتم این راه. البته هنوز به آخرش نرسیدم. چون هنوز 30 سالم ولی دیگه تا یکی دو سال دیگه به آخرش میرسم. متاسفانه به هر جایی که مراجعه کردم در وهله اول سعی میکنن از من یه معشوقه درست کنن با حقوق خیلی کم. الان شرایط ما تو ایران طوریه که این کارو دخترای تو سن خیلی پایین شروع کردن، 14-15 ساله دارن این کارو انجام میدن. پس در واقع موقعیت خراب شده دیگه. اگه وضعیتی پیش بیاد که خانمایی که متارکه میکنن بتونن یه زندگی راحتی داشته باشن، کره خونه و این مسائل یه خورده سبک باشه، شاید اصلا خیلی به این مسائل گرش پیدا نکنن. خانمایی که متارکه میکنن تو مملکت ما هیچ جایی ندارن، اصلا رده خارجن، جز جنازه های مملکتن. اینو واقعا جدی میگم. من از شما سوال میکنم، وقتی که من با من یک معلمه میخوام پاک زندگی کنم، وارد خونه استاد دانشگاه میشم، به من پیشنهاد 50,000 تومان حقوق میکنه و معشوقه بودن. وقتی من وارد اداره میشم که با توجه که تحصیلات دارم و میتونم خوب صحبت کنم و کارهای منشیگری رو واردم، به من پیشنهاد 35,000 تومان حقوق میکنن با معشوقه بودن. خب من معشوق این آقا بشم با مای 35,000 تومان، در حال جسم خودم آلوده کردم. آلودگی چه یک نفر چه 10 نفر. تو یه دونه اتاقم اگه زندگی کنم باز خودم باید خلاف کنم زندگیمو بگذرونم، پس هیچ فرقی نمیکنه. پس میرم یه آپارتمان میگیرم درصد خلافم بالا میبرم. من زمانی که با خودم تنها میشم با توجه به اینکه قایقاش شعر میگم یا با ساز دلم زندگی میکنم، شما مطمئن باشه که من از این مسئله رنج میبرم. ولی بهتون گفتم رنج من یا استرس های من باعث نمیشه که من بخوام از واقعیت زندگی کردن و نفس کشیدن فرار بکنم. انقدر این دختر شهرستانی ها رو می آوردن، دختر شهرستانی به خاطر اینکه طول راهو، یعنی از دهشون تا تهران پول ندن، تو جاده خودشون رو در اختیار این راننده کامیوندارا میذاشتن. یعنی دیگه ما دقیقا دیدیم دیگه، یعنی خودشون به زبانشون واسه ما تعریف میکردن. فساد کل جامعه رو گرفته، چون خونه به خونه است، چون در به دره. یعنی شما وقتی وارد کوچه بشین نمیدونین این خونه آیا سالمه یا خونه ناسالمه، آیا خونه بغلی خونه تیمی یا خونه تیمی نیست. من دختر میشستم واسه یه نهار میره سکس میکنه، شکم این چیزا آدیش نی، باید خودش رو سیر کنه. یا اون خانواده که بچهش و پاره جیگرش داره میفروشه به یه خونه تیمی و خودش آگاهه، فکر میکنین چرا این کاره میکنه؟ پس اون خانواده ناچاره از پاره جیگرش بگذره اونو بفروشه با دست خودش که بتونه 5 نفر دیگر رو سیر کنه. دختر جوان هم زیاد تو این کار افتادن، نمیشه ازشون ایراد گرفت آقا، برای اینکه شرایط زندگیشون اینا رو وادار میکنه به این مسئله.
من بی پولی و شیر و خشک بچه بود. اول رفتم گدهی کرد. میدون حسدی نشستم گدهی کرد. دیگه دیدم میشینم میدون میام میگم گدهی نکن تو قشنگی. هی ده تومن بیا بریم. به ده تومن بیدم. یکی میگه من بیستم. تا اینکه دیگه سوار ماشینم شدم. که واقعا کمک بگیرم به جون بچم به قول کمک بگیرم فقط به خاطر شیر خشک بچم هزار تا هم به خاطر شیر خشک بچم که بچم کشته نمونه واقعا دوست نداشتم این کارو کنم اصلا دوست ندارم الانم اصلا دوست ندارم اصلا دوست ندارم چی بگم که خودم اصلا فکرشو نمی کردم زمانی بخواد مثلا همچین بلایی سر خودم بیاد اصلا فکرشو نمی کردم خدا شایده به جون بچه ها یعنی چون که خیلی زود ازدواج کرده بودم 14 سالم بود ازدواج کردم و خیلی هم دوستش داشتم ولی مسئله جدایی و نداری باعث شد حتی اولین باری که من این کارو کردم 4-5 ماه پیش به خاطر کرایه خونه شد دیدم صابخونه میره میاد در میزنه چیکار کنم گفتم میزنم به سیم آخر هر چه باد و باد تو این جامعه ما فکر میکنم که برای ماها که خرج یک خانواده رو میدیم بهترین شغل باشه چون هر چه دیگه بخوام بریم اولا که با تحصیلات کم استخدام نمیکنم بعدش هم این که بخوان اگرم استخدام کنم بخوان اول خودشون استفاده کنن از طرف یعنی که حقوقشون خیلی کمه مملکت ما اقام مملکت تخمیه سیکس یه قرضه خیلی قشنگه مثلا درون مرد و زن و باید اینو به نفع احسن ازش استفاده کنی ولی با اونی که دلت دنبالشه و دوستش داری خب ولی تو مملکت ما کثیف‌ترین چیز رو سیکس قرار دادن یعنی منبع درآمد و زمانی که من خودم رو در اختیارش یه آقای نوعی میذارم به ازای مثلا بدنم به ازای هیکلم ازش پول میگیرم پس این سیکس نمیشه گفت و کاش میشد آدم اگه خلافم میکنه از با سیکسش پول پیدا نکنه ولی درسته سیکس یه غذای طبیعی انسانه همونجور که من به چایی به غذا به نفس و به هوایی که تو این اتاقم نیاز دارم یک انسان به سیکس نیاز داره ولی اگر سیکس در جامعه ما به این صورت مطرح شده به صورت پنهانی مطرح میشه به صورت خرید و فروش انسان ها مطرح میشه به صورت دوگانگی ها مطرح میشه فقط به خاطر محدودیت جامعه ماست که این کلمه رو خیلی زشت و وقیح میخوان نشون بدن مخصوصا در این رابطه که ما داریم زندگی میکنیم احساس، عاطفه، جسم، روح همه میمیره دیگه چیزی وجود نداره که آدم میخواد بهش دل ببنده یا بخواد باهاش زندگی بکنه الان از نظر روحی هیچکی ارضا نمیشه توی مملکت ها هیچکی یعنی شاید از نظر جسمی شما یه سکس با من داشته باشی 10 دقیقه ارضاشی از نظر جسمی ولی از نظر روحی با منم که روبروت نشستم شما ارضا نمیشی با هیچکی نمیشی چون مملکتی نیست که بتونی تو راحت زندگی کنی راحت قدرت بیان داشته باشی راحت بتونی با یکی صحبت کنی من شاید خیلی حرفا تو دلم باشه ولی نمیتونم به شما بزنم از خیلی چیزا میترسم شما هم اینطور باید همه چی رو تو خودت خونسا کنی الان جامعه به صورت در اومده که یک زن
احساس میکنه فقط علاوه فروش تنش میتونه نیازشو برآورده کنه. کار نیست. اگر میری نه به کار توجهی دارن، فقط به هیکلت و به سکست و به صورتت نگاه میکنن. بر مبنای اون حقوق میدن و بر مبنای اون میخوان بخرنت. خب شما خودتون در نظر بگیرید. منی که نمیخوام آلوده باشم، منی که نمیخوام گناه کنم، منی که حالا از حالت انسانی مثلا به دینم، به جامعه هم و به مریضی اجتماعم هیچ کاری ندارم، منی که میخوام سالم زندگی کنم، کی بر از من حمایت کنه؟ جامعه، قانون، خانوادم، هیچکی که ندارم. پس چیکار کنم؟ تنمو میفروشم. تو هر شغلیش، تو هر صنفی، تو هر جایی که شما بخوای بری کار کنی همینه. آقای عزیز، من یه مسئله داشتم برای همین قیمیت بچم. رفتم دادگاه مدنی خواست. خب چند سال پیش رفتم پیش این رئیس دادگاه و گفتم آقا من اصلا قاطی کردم، دیگه روانی شدم. تو رو خدا من فکر کنم من کنیز در خونه پدر مادرتم، کلفت در خونه پدر مادرتم. یه قیومیت من رو بده، قیومیت این بچه هم بیدونم خواهم از ایران برم. فکر میکنه یارو اخونده من چی گفت؟ میکنم من کنیز نمیخوام، خانوم میخوام. تمام شد دیگه. دادگاه شما بالاتر میخواد؟ اخونده این مملکت من گفت من خانوم میخوام، کنیز نمیخوام. گفتم شما زن نداری؟ گفت چند تا میخواد؟ بابا آخون این محضرداری که من رفتم طلاقمو گرفتم، هنوز طلاق نگرفته بودم به من جوری کرد تو خیلی جوانی طلاق نگیر، من اینجا زن شوهردار عقدم میکنم، مرد زندار عقدم میکنم، اینو صیغه اون میکنم، اونو ببین من از این کارا زیاد میکنم، بذار اسم شوهر تو شناسنامت باشه، تو رو عقد یکی دیگه میکنم، عقد هر کی که دوستش باشی. گفتم مگه میشه آدم دو تا شوهر داشته باشه؟ کوا پول بده مملکتیه که هر طرفش رو نگاه میکنی تش باد میده آقای هست، هر طرف رو نگاه میکنی. بله میتونم سیگار بکشم؟ این الهی خلاف، خلافی که خانوما به عبارت یه نوع شغل تو زندگیشون میدونن، زن رو پیر میکنه، شکسته از نظر روحی فکری، داغون میکنه، استرس به آدم دست میده. یعنی من بارها شده تشنج اعصاب گرفتم، یعنی دستام میلرزیده، ولی فقط از خدا میخواستم که گفتم خدا یه وسیله یه چیزی تو زندگی من قرار بده که من از این راه بکشم بیرون. دقیقاً 6 سال پیش مادرم از پدرم جدا شدن، یعنی متارکه کردن. منم جلسه اول راهنمایی بودم که مامانم ازدواج مجدد کردن. دقیقاً 12 سالم بود. منم خونه بودم تنها. بعد که نا پدرم این کار با من کردن و منم الان تقریباً 2 سال به خاطر اینکه بتونم زندگیمون راه بندازم و خرج تحصیل خواهرم و برادرم بدم کار کردم. الان من 19 سالم.
مادرم میدونه. بله. خب اعتراض که ناراحت هست، ولی به من چیز نمیگه، چون میدونه که اگه من این کارو نکنم درآمد دیگه ای به غیر از این کار نداره. خاطر همینم اعتراض نمیکنم، ولی فکر میکنم ناراحت باشه از این کاری که من میکنم. من این یک سال خدا شاهده بگم چجوری زندگی کردم روم نمیشه، ولی خب بازم الان این درمدر میزنم ببینم چی میشه. یه آقایی هستن الان گفتم بیا این شرکت استخدام بشیم با دخترت، مایی 70 تومن میدم، خونه براتون میگیرم. خیلی این وعده ها به هم دادن، اطمینان نتونستم بکنم آقای به خاطر دخترها، چون دخترام خیلی خوشگل و بزرگن. فایشه که الان میبینید الان من میخوام مثلا این کار رو بکنم. خب خدا شده موقعی که سوار ماشینی میشم همینجور با ترس و لرز وجودم ترس تا این مسئله تموم بشه از خونه بیام بیرون. میگم الان میریزن، الان چی میشه، چی کارم میکنن، آبرون میره پیش بچه ها، بچه ها میفهمن، چون بچه ها خب چیزی رو نمیدونن که. میگم من با آقا سعیدی آشنا هستم، کمکم میکنه، به رضای خدا کمکم میکنه. از نظر همین دیگه چیز دیگه ای نمیدونم، متوجه هستی؟ اگر زمانی بدونن ممکنه منو ترک کنن. منم همه بدبختیم همه این کارام به خاطر همین دخترامه، یعنی اگر اینا نبودم منم راحت تر بودم. متوجه شدی؟ آدم من پناه میبرم میارم به جامعه، میبینم همین ماموران این جامعه هم چش داشتم به من. خدا شاهد مامور جامعه هم چش داشت به من. منو گولم زدم بردم خونه، گفتم به پول میدیم، برنامه رو اجرا کردن فرار کردن رفتم، پول ندادن به من. من موندم اون صاحب خونه، صاحب خونه به مثلا 2 تومن گذاشت و جیبم، گفت رفتم من دسترس دارشون ندارم. بعض موقع میام بیرون خدا شایده به مرگ برد، میام بیرون بگم به خودم، میگم خدا توکل میکنم به خدا، برم سوار ماشین بشم بگم ندارم 1000 تومن 200 تومن کمکم بگم با کمک این نیاد میام. زنایی بودن که 8 ماه 9 ماه تو اون سلولای وزرا میلولیدن دور خودشون، هنو بلا تکلیف بودن و اونجا همش آرزوم این بود، میگفتم خدایا میشه من یه روز حرف زندان رو بیرون بزنم و اگر منجر به نابودی من بشه من باید بگم. هر ضربه‌ای که با قدرت فرو میورده میورد من احساس میکنم تیکه از گوشت بدنم کنده شده، به جرم در واقع میشه گفت بیگناهی، به جرم اینکه چرا وارد خونه شدن که من چند با شما صحبت میکردم. آیا جرم من اینه که من برم دخل درس تازه یاد بگیرم و صد ضربه شلاق بکنم و بدنمو له و لورده از اون خونه بیارم بیرون؟ به چه جرمی؟ اگر آزادی اینه، اگر دین اینه، اگر عشق به زندگی اینه، پس من میتونم بگم هیچ چیز تو این دنیا وجود نداره. میگم قپونه آویزون میکنن و میزنن، دست پاتو میشکنن، بینیمو زدن شکوندن. تابستون تو اون گرما دیوار کوتاه سیمانی در آهنی که هنوز یه جا در آهنی میبینم تداعی میشه برام زندان. میگم تو انفرادی هم همچین درایی بوده. من 1 ماه و نیم انفرادی بودم، یعنی 1 ماه و نیم هیچکی نبود اصلا، من بهش میگم سلام هیچکی نبود. صبح به صبح
یه پنجره کوچیک قد یه کتاب باز میشد، یه دون از این بطر پلاستیکی آب و یه تیکه نون مینداختن تو در میبستن. گفتم هر روزی که من اون تو بگذرنم، هر عشقی که من به سوز دل بریزم، شما باید تاوان بدید. حالا ببینید اون روز چه خواهد شد. حالا بالاخره دیر زود داره دیگه، حالا میرسه اون روزم که تو هم باید تون پس بری دیگه، تون این ناحق گفتن تو. حالا به خاطر چی من اصلا سر از اونجا در آوردم؟ به خاطر اینکه رفتم کار کنم، رفتم گوشه از زندگیمو پر کنم. نه همه بد نیستن، نیاز 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 در جامعه که کار نیست، شوق نیست، حمایت نیست. حتی وقتی تو خیابون میری ترس و وحشت داری که من باید این مامور باشه یا اون مامور که بخاطر اذیت کنه و باعث سکس کنه، شما باید من باید چی کار بکنم؟ شما من میگین من باید چی کار بکنم؟ من اینکه اگه امشب تنمو نفروشم برای فردا صبح نونی ندارم بخورم، من باید چی کار بکنم؟ از کجا باید بیارم؟ پس باز برمیگرده به محدودیتایی که در جامعه برای هر انسانی، چه زن چه مرد، وجود داره. مردو خریدار کردن و منو فروشنده کردن. و من اکثر اینا که باشون در ارتباطم بیشتر به خاطر خانواده‌شون دارن آلاده میشن، دارن فداکاری میکنن که میگن خب پیش خود مثل خود من، میگم اگه من بدبختم بذار بشم، بذار مثل 4 نفر دیگر نجات بدم. شغل که من همچینی مدرک تحصیلی آنچنانی ندارم، خیلی زود ازدواج کردم، مگر اینکه برم پلفتی کنم که کردم، رخشوری کنم که کردم، نظافت خونه کنم که کردم، همه این کارا رو هم کردم در عین حال، ولی بازم کم آوردم. اصلا این چراها رو من نباید جواب بدم؟ من کی این جامعه هم این چراها رو باید جواب بدم؟ اونی که اون بالا نشسته، اونی که ادعای ریاست میکنه، ادعای میکنه که این مملکت رو داره اونجور که خودش میخواد میگذرونه، به نوعات چون که عشقش بکشه. شب اگه زن آقای رفسنجانی کونش رو بهش کچ کنه، صبح بلند میشه یه لایه دیگه تو مجلس تصویب میکنه. ولی من که در شرط سنی 30-31 سال هستم، آینده من، عشق من اگر این کار میکنم فقط بچمه، در حدی که به عنوان یک مادر، در حدی که قدرت داشته باشم از بچه‌ام حمایت میکنم، و زمانی که احساس کنم بچه‌ام به حمایت معنوی، روحی و مادی من نیاز ندارن، در مورد شخص خودم صحبت میکنم. اون موقعش اگه بلوغ بدون خوشگم زندگی کنم میکنم. ببینید جسم خدا به انسان ده، خیلی با ارزش جسم انسان. همینقدر که جسم یک انسان ارزش داره، روح انسان، قلب یک انسان هم ارزش داره. چون ببینید شما یه مردی نمیفهمین حالت یک زن، برای زن خیلی مشکلی که بخواد به خاطر پول خودش رو بفروشه. ما فقط به خودمون لطفه میزنیم، به هیچکی لطفه نمیزنیم، به خودمون و بچه هامون با خودمون کوچیک نمیمونن که. همونطور که ما سنمون میره بالا، اولادمون هم با همون بزرگ میشه دیگه. تو مرحله دوم به بچه همون لطفه میزنیم. ببینید من مادرم بعد اینکه پدرم جدا شد به عبارتی فاحشه شد. من نبودم اون موقع پیشش، من 47 به دنیا آمدم، 3 سال بعد که جدا شدم بابا ما رو ورداش برد. من تا سن 18 سالگی مادرم رو ندیدم. خب بعد 18 سالگی که مادرم رو دیدم،
خب اطرافیان واسه هم گذشته مادرم رو گفتن. حالا مامانم شده 60 سالش، من شدم 30 سال و من هنوز زرج میکشم. خود من که الان شغل مادرم رو دارم ناراحتم، میگم چرا آخه مامان من تو این راه افتاد، چرا نتونسته زندگی خوبی داشته باشه. الان مامانم نراتی اعصاب گرفته، تومار مغزی گرفته، هزار جور مریضی، یه جا علیل و ذلیل افتاده. من هفته دوبار برم یه غذایی براش درست کنم بهش برستم. و زمانی این خیلی زیبا بوده، خیلی ها با بهبه چهچه ازش استفاده میکردن. خب پس اون به خودش لطمه زد، به منم لطمه زد، آینده منو خراب کرد و شوهرم فهمید مادرم چی کار است و یه نوع سرکوفت و یه نوع مسئله حادی شد تو زندگی من. این مسئله خیلی مسئله کوچیکی نیست. من خونه پدرم با این آقا ازدواج کردم، بعد اومد مادرم رو دید و فهمید مادرم چی کار بوده. حالا ما اصلا میگذاریم که مادر من الان این کار رو کرد و نکرد، اون دیگه به خودش ربط داره. البته من ناراحتم از لحاظ روحی فکری، همیشه این آزارم میده، میگم آخه چرا، کاش اون زمان من بزرگ بودم خرجش رو میدادم این کار رو نمیکرد. خب حالا کرد، گذشت، باز برمیگرده واسه من. دنیا انقدر کوچی بزرگ نیستش که ما همدیگر رو نبینیم و کارای همدیگر رو نبینیم، نفهمیم اصلا. پس منم پیر میشم، دخترم بزرگ میشه و یه روز دخترم هم میشه من و من میشم مادرم، درسته؟ من هم به خودم لطمه میزنم، هم به دخترم، ولی به اطرافیانم نه. شاید الان تو سنی هم که ازم لذتم ببرن، حتی از مصاحبت یه ساعت دو ساعت منم خیلی خوششونم بیاد، وقتشون رو پر میکنه. یعنی پول میده میخواد حالشو کنه دیگه، حالا واسهش فرقی نمیکنه من این در برم، برم تو خیابون بخوابم یا برم تو خیابون فرشته بخوابم، واسهش مهم نی. اون یه ساعتی که پیششم میخواد ازم لذت ببره. پس در جواب صحبت شما، من به جامعه لطمه نمیزنم. توی این مملکت میگیرن ما رو، میبرن شلاق میزنن، جریممون میکنن، نمیدونم مزد خوام شیپیش میزنه بدنمون، هزار درد و مرض میگیریم، ناراحتی قلبی میگیریم، اعصابمون به هم میرسه. من آسپ گرفتم تو زندان، تنگی نفس گرفتم، همه مرضی ها رو کشیدیم. خب پس من به کسی لطمه نزدم، این جامعه است که داره به من لطمه میزنه، فقط من به خودم لطمه میزنم و دخترم. پس هم از خودمون فرار میکنیم، هم از خانوادهمون، هم از بچه‌مون. آخرش هم به بنبست میرسیم دیگه، بنبستی که هیچ وقت این در باز نمیشه، همینجوری بسته میمونه. چون اینطور نمیشه که. تا کی میتونم من این کارو بکنم؟ تا کی میتونم؟ شما خودتون بگید. تازه داغون شدم، تا خراب شده قیافم. اصلا چند ماه پیش و الان نمیشه مقایسه کرد، خیلی خراب شدم. ممکنه دختر و من فاسد بشن، خودم بیفتم تو قاچاق فروشی. طبعا طبیعت همه چی رو از انسان میگیره دیگه، منم تا کی جوونم. پارسال بهتر از الان بودم و سال دیگه بدتر از امسالم، آخرش چی؟ و کی پیدا میشه که جواب این سوال ما رو بده؟ یعنی ما تا کی باید این کارو بکنیم که زندگیمونو بگذرونیم؟